که عبارت از انواع مختلفی از کلاستر های ما که معمول و طور معمول استفاده میشن. این نتورک های کلاستر که به طور معمول در شرکت ها و دیگر جای ها استفاده میکنن. در باری از او میخواییم یکم تا معلومات بتون. اولین کلاستر یا نتورک کلاستر معموله که معمولا در شرکت ها استفاده میشه عبارت از load balancing clusters است. Load balancing clusters قسمی که اینجا گفته load balancing clusters consist of two or more computing systems also called nodes. خب load balancing clusters ها معمولا شامل دو یا بیشتر از دو سیستم یا ماشین یا computing device می باشه که معمولا به نام نود ها یاد میکنن. The workload of the network is spread over these nodes to increase the computing performance of the network. وقتی یک لود کاری بالا یک سیستم خیلی ها زیاد میشه اینا به خاطر که یک لود بالانسینگ کنن، هم لود کاری را بالانس کنن و تقسیم کنن کار را بین دیگر سیستم ها، پس یک کلاستر سیستم هم در پولی سیستم عادی خود، در پولی نتورک عادی خود یک کلاستر نتورک هم میسازن که با قسم بکاپ چی میکنه می باشه و در وقت ضرورت اگر لود ما زیاد میشه چی میکنن؟ به خاطر کارهای خوبتر لود بالانسینگ میکنن. پس لود بالانسینگ کلاستر های ما هم یکی از بخش های مهمی از یک شبکه بزرگ میتونه باشه. From user perspective the nodes function as one computer system. خب از نظر از یوزر اگر ما در نظر بگیریم، مثلا شما اگر میرین از نظر یک یوزر سایت گوگل را باز میکنین، شما دهی فکر نمی باشین که وقتی که ما سایت گوگل را باز میکنیم در پشت زمینه چندین هزار سیستم و چندین هزار سرور در هر مناطق جهان در نقطه مختلف جهان موجود است و ما معلومات را از چندین سیستم در حقیقت دریافت میکنیم و بازیابی میکنیم. ما فکر میکنیم که ما به یک سیستم وصل هستیم و کار ما در یک سیستم اجرا میکنیم. به این شکل در اینجا هم در کلاستر نتورک ها هم وقتی ما با کلاستر نتورک ها کار میکنیم به گونه یا به عنوان یک یوزر عادی ما در این تفکر میشیم و در این فکر میشیم که ما کلا در یک سیستم کار میکنیم، در حالی که ما بالا یک سیستم نه بلکه با سیستم سر کار داریم که متشکل است چندین نود و یا چندین سیستم دیگه در اونجا موجود است و متشکل از چندین سیستم می باشد. پس این یکی از خوبی های یک کلاستر سیستم می باشد. خب نوع دیگه از کلاستر سیستم ها که طور معمول موجود می باشد A High Availability Cluster، یک کلاستر که چیز های اویلیبیلیتی را، سرویس های اویلیبیلیتی را بر ما تهیه میکنه، یعنی همیشه او سرویس موجود میباشه و هیچ وقت چی میشه قطع نمیشه و دیسکانکت نمیشه. چی گفته؟ A high availability cluster network is two or more computing nodes that provide redundancy in case of hardware or software failure. High availability cluster network ها به نتورک ها گفته میشه که معمولا خود از دو یا بیشتر از دو کمپیوتینگ نود و یا یک دیوایس یا ماشین ساخته شده است. چی برای ما کدام سرویس را برای ما تهیه میکنه؟ Provide redundancy in case of hardware or software failure. Redundancy چی است؟ Redundancy به حالت گفته میشه که ما مثلا بین دو سیستم اگر یک لینک یک کانکتیویتی موجود باشه وقتی اون کانکتیویتی قطع شد بنابر مسائل مختلف وقتی اون قطع شد کلا همین کانکتیویتی یا همین کانکشن که بین دو سیستم داریم او هم چی میشه از بین میره و ما با اون سیستم دسترسی دیگه نمیداشته باشیم و نمیتونیم که معلومات و یا ریسورس های از رو چی کنیم استفاده کنیم. پس ریدندنسی در وقت گفته میشه که ما از یک بیشتر کانکشن در یک سیستم داشته باشیم، یک سیستم توسط یک
کنکشن نی بلکه توسط دو یا بیشتر از دو کنکشن وصل باشه. اگر ما در صورت که یک کنکشن ما از بین میره، کنکشن دیگه ما به خاطر مثل یک بکاپ موجود باشه که از او استفاده کنه، به خاطر فرستادن اطلاعات و همچنان به خاطر گرفتن اطلاعات. مثلا در شبکه های مختلف، خصوصا در سویچینگ اگر ما در نظر بگیریم، اگر ما یک شبکه داریم که خب شبکه معمولا از سه بخش تقسیم میشه، یکی بخش لایه یوزر ها می باشه که در اونجا یوزر های عادی مثلا دیوایس های مثل کمپیوتر ها، پرینتر ها و ایچیز ها موجود می باشه. لایه بعدیش که از کور لایر می باشه که عبارت از سویچ های ما می باشه، و لایه بعدی از او که معمولا شامل خود سویچ ها و راوتر های ما می باشه است. پس در اینجا در لایه که سویچ ها هست، بیشترین قسمت از اطلاعاتی که ما با یوزر ها سر کار داریم از طریق سویچ ها رد و بدل میشه. معمولا در بحث سویچینگ اگر باشه، در بحث سویچینگ ما معمولا بین سویچ ها از یک کنکتیویتی یا از یک کیبلینگ استفاده نمی کنیم، چون او یک قسمت اصلی یا کور لیر یک سیستم می باشه و امکان دسکنکت شدن بعض اوقات میتونه داشته باشه که دسکنکت شده امی کنکشن بین سیستم ها. پس ما از یک بیشتر کنکتیویتی باید بین چی داشته باشیم؟ بین امی سویچ های ما داشته باشیم. که در اینجا اگر دو تا کنکشن داشته باشیم بین دو سویچ، اگر یکیش احیانا نظر به یک مشکل از بین میره، کنکشن دیگهش بتانه که امی کنکتیویتی ما را چی کنه ادامه بده و در انتقال اطلاعات و یا در گرفتن اطلاعات بر ما کنم مشکلی رخ نداد. باز یک مشکل دیگر اونجا رخ میداد که مثلا یک لوپ با وجود میاد. وقتی که مثلا ما یک اطلاعات را از طریق سویچ میفرستاریم، چون سویچ ها با هم دیگه وصل است و یک سویچ اطلاعات را به کل سویچ ها چی میکد؟ برادکاست میکد. ایناله هم اطلاعات پس دوباره برای خود ما میامد، خاطر که خود ما کدام استثناء نبودیم در اونجا، اما سویچی که فرستاده پس اطلاعات برای خودش هم میایه و اینجا یک لوپ را ایجاد میکنه و در اینجا همچنان ترافیک ما هم زیاد میشه، به خاطر که ما نیاز نداریم که سویچ ها چی شده اطلاعات را وقتی که ما میفرستیم پس دوباره برای خود ما چیز کنه، روان کنه. مثلا اگر ما اگر در راوتر ها را مثال ما در نظر بگیریم، اگر راوتر پروتکل های ما وقتی که یک تغییرات در سیستم میایه، راوتر پروتکل چک میکنه و همین تغییرات را در راوتر تیبل خود چی میکنه؟ اپدیت میکنه. و وقتی که اپدیت میکنه، این اپدیت را به تمام سیستم ها چی میکنه؟ روان میکنه، به تمام راوتر ها روان میکنه. همین اطلاعاتی که روان شده به تمام راوتر ها، به خاطر که ما اینجا یک سیستم ریدندنسی داریم و دو تا کنکشن داریم با هر راوتر، پس دوباره برگشته برای خود ما هم میاد که در اینجا یک لوپ ایجاد میکنه. یعنی اطلاعاتی که ما فرستادیم، اپدیت راوتینگ تیبل ما که ما در یک کامپیوتر یا دیگه سیستم ما فرستادیم یا در دیگه راوتر ها معمولا فرستادیم، اما پس در خورده پس برای خود ما هم میاد. در اینجا یک لوپ وجود آمد به خاطر که راوتینگ تیبل خیلی زود اپدیت میشه و این اطلاعات خیلی زود شیر میشه بین دیگه راوتر ها، پس برای خود ما هم او میایه. در اینجا یکی خود ترافیک را زیاد میکنه به خاطر که ما نیاز نداریم که برای خودمون بیایم، حال چون یک لوپ میشه بود میگه که اطلاعات همیشه در دوران میباشه، یعنی یک جایشی میشه قطع نمیشه. به خاطر مسئله اسپانینگ تری میگه که اسپانینگ تری را ما ست میکنیم در راوترها و سویچ ها معمولا. اسپانینگ تری چی میکنه؟ ما پورت های که اوتگوینگ پورت است او را چی میکنیم؟ باز میگذاریم و پورت هایی که اینکامینگ پورت است او را باز چی میکنیم؟ از یک طرف شه. البته مثلا از یک دیوایس به دیوایس دو کنکشن داریم، آوت گوینگ پورت را چی میکنیم؟ او را باز میگذاریم و اینکامینگ پورت را او را بسته میکنیم، به خاطر که اطلاعات فرستاده شود از طریق
وقتی که دوباره از پورت دیگه می خواهد پس دوباره بیاید، از پورت فرستاده شده خود دو پورت می بیاید اطلاعات. یعنی اگر ما دو تا کنکشن داشته باشیم، اطلاعات پس داره که از پورت دیگه دوباره پس از سیستم خود ما می آید. پس یک پورت را چه می کنیم؟ گوینگ شا باز می گذاره و انکامینگ شا قطع می کنیم. به این خاطر هست که ما چی داریم؟ ما امی مشکل امی لوپ را حل می کنیم. لیکن باز هم ما با امو ریدندنسی کنکشن ها نیاز داریم 100% که باید از یک بیشتر کنکشن بین دیوایس ها باشه، البته در شبکه های بزرگ، به خاطر که ما یک ریدندنت نتورک داشته باشیم، یک نتورک که فیلیر نداشته باشه یا فیلیرش کلاین چی میشه. اگر فیلیر داشت اینجا بر ما کدام چیزی کدام صدمه نتا و کنکشن ما همیشه باشه. پس های ویلیبیلیتی کلاستر هم مثل لازم یک چیز میتونه باشه. دیگه چه داریم؟ های پرفورمنس کلاسترز. The high performance clusters چی داریم؟ High performance clusters use the parallel processing power of the multiple cluster nodes to provide high performance computing. High performance cluster ها وظیفشون یه است که کارهای سیستم را چی کنه؟ بالا ببره. اگر ما یک کار روی یک سیستم انجام بدیم، کار ما مثلا یک ساعت وقت میگیره. اگر ما بین 10 سیستم تقسیم کنیم همه کار را، شاید که 10 تا 15 دقیقه وقت ما را بگیره، به خاطر که همه کار بین سیستم ها تقسیم شده و هر سیستم با استفاده از همی پرل پروسسینگ پاورش که است که کار ما را یا همه تسک که ما داریم او را به قسم پرلل به قسم همزمان پروسس میکنه و اجرا میکنه. روی چی؟ روی ملتیپل کلاستر نود، روی نودهای مختلف در کلاستر او را اجرا میکنه و در اینجا بر ما چی میده؟ های پرفورمنس کمپیوتینگ را میده. یعنی یک سیستم محاسبوی با پرفورمنس و با کاری خیلی بالا. پس یک نوع کلاستر تایپ ما میتونه که های پرفورمنس کلاستر ها باشه که برای ما خیلی مفید است. باز هم گفته با معذرت، This allows the nodes to work together on a problem. قسمی که قبلا گفتیم ای کلاستر یا امی نوع از کلاستر نتورک ها بر ما اجازه میده که نتورک ها چی کنه؟ چندین نود ما باید که سب نتورک های نود چندین نود ما بتانه برای یک کار همزمان کار کنه. It is often a good solution for businesses whose networks have high processing requirement but that have limited budget. این به خاطر چی است؟ این معمولا یک سلوشن خوبه برای او تجارت های است و برای او بزنس های است که چی نیاز دارن؟ برای پروسسینگ پاور بیشتر نیاز دارن، یعنی ریکوایرمنتشان بک نتورک است که پروسسینگ از او خیلی زیاد باشه. لیکن این همه نتورک ها معمولا از بخاطر که بجت از اینا زیاد نشه یک لیمیتیشن خود را می داشته باشن، بخاطر که ما چندین سیستم را داریم و هر سیستم از خود یک پرایس خود داره و یک بجت نیاز داره. درست است؟ خب این بود از چند تایپ از کلاستر های ما که به طور معمول مورد استفاده قرار میگیره. بدون از اینا انواع مختلف دیگه هم از استفاده کلاستر نتورک ها ما میدانیم داشته باشیم. چند تا اپلیکیشن از ایره ما چک میکنیم که اپلیکیشن های مختلف از کلاستر نتورک ها که معمولا در کجاها مورد استفاده قرار می گیره. ما انواعش ها گفتیم که در محیط بزرگ بزرگ، لیکن برای فعلا چند اپلیکیشن نشه ما در نظر می گیریم که در کدام کدام سافت ویر ها میتونه استفاده کنه، در کدام جای. مثلا یکی خود وب سرور میتونه که از کلاستر نتورک ها استفاده کنه، به خاطر که وب سرور هم روی یک سیستم کار نمیکنه یا روی یک کامپیوتر کار نمیکنه، بلکه نودهای مختلف را نیاز داره. مثلا اگر ما یک باز مثال فکر کن آمازون را بگیریم و یا گوگل را بگیریم، اینا روی یک سیستم نصب نیستن، یعنی سرور از اینا، اینا در هر کشور میتونه که یک دیتا سنتر دارن، اطلاعات از اینا هر جای ذخیره هست و پیجا از اینا در هر جا میباشه. وقتی که ما خود گوگل را چک میکنیم، یک انس لوکاپ میگیم، سعی میکنیم که یک سایت گوگل میتونه که چندین آی پی آدرس پابلیک داشته باشه،
یہ بہرحال حضور کے میں تو نہ کہ خود ازمی ویب سرور ما دا چندین مناطق مختلف با یک حساب موجود است و هر کدامش یک پبلک آی پی علایده داره به خاطر دسترسی ما. خب برای وقتی که ما اکسس میکنیم ویب سایت را مثل گوگل را وقتی اکسس میکنیم یا پی میکنیم اما نزدیکترین سرور که بر ما هست اما به دسترس ما قرار داده میشه و ما میتونیم اطلاعات را از اونجا بگیریم. اگر اطلاعات ما اونجا موجود نمی باشه بعدا خود از اون سیستم به طور خودکار ریکوست ما را به سرورهای بعدی و بعدی که در نزدیکایشان است همین ریکوست ما را چی میکنه؟ فاروارد میکنه و اطلاعات ما از سرورهای دیگه برای ما چی میکنه؟ گرفته میشه. دیگه اپلیکیشنش چی است؟ مثلا ATM یا بانکینگ سیستم رو وقتی ما چک میکنیم بانکینگ سیستم ها معمولا یک مثال خوبی از کلاستر نتورک میتونه باشه به خاطر که یک بانک چندین نمایندگی در چندین ولایت و چندین جای دیگه میتونه داشته باشه و اینا معمولا یک کلاستر نتورک را ساختن. به چی معنا؟ به این معنا که یک اپلیکیشن کلی روی از سیستم ها نصب است و این اپلیکیشن مستقیما با هر نود چی میشه؟ میتونیم اکسس داشته باشیم. مثلا ATM کارت را اگر ما در نظر بگیریم ما پول خود را در یک نمایندگی بانک میگذاریم و توسط ATM کارت خود میریم از یک ولایت دیگه پیسه خود را چی میکنیم میگیریم. اما ATM ماشین که در اینجا استفاده میشه در حقیقت یک نود از یک کلاستر سیستم است که روی از اینا چی میشه؟ کلان روی یک سافتویر اینا کار میکنه و یک سیستم را چی میکنه؟ اینا رن میکنن و همیش با یک دیگهش طور ارتباط است در ارتباط است که شما معلومات خود را اگر در یک سیستم باشه مثلا از نمایندگی مزار اگر شما معلومات خود را اونجا یا اکانت خود اونجا باز کردن و از ATM اونجا استفاده میکنین اگر شما در یک ولایت دیگه میرن و از ATM کارت خود استفاده میکنین به این قسم نیست که ATM کارت شما در دیگه ولایت رو نشناسه بلکه در دیگه ولایت هم رو نشناسه یعنی یک ATM ماشین با ATM ماشین دیگه قسم در ارتباط است که تمام معلومات باید از اینا شیر است و تمام ریسورس ها از اینا چی است به قسم شیر قرار داره. به همین شکل ای است ای خوب یک مثال یک کلاستر داخلی مثلا در افغانستان است. اینا لگه شما بیرون از افغانستان هم بیرن اگه ماستر کارت دارین شما میتونید با استفاده از این ماستر کارت خود از بیرون از افغانستان از ATM ماشین های از ماشین های ATM دیگه بانک ها هم میتونین پول بکشن. خب ای به این معنا که کلاستر نتورک بانک که در افغانستان است با یک کلاستر نتورک که یک بانک که بیرون از افغانستان است اینا با این هم چی است؟ ارتباط دارن. پس ای گفتم میتونم که کلاستر نتورک ها هم بین خود چی است؟ ارتباط مستقیم می داشته باشن. ها البته در بخش مالی اگر مثلا پیسه را از افغانستان بکشیم چارجز شاید نداشته باشه و شاید همین ترانزکشن که صورت میگیره بسیار کم داشته باشه و پیسه را وقتی که ما از خارج از افغانستان از ATM میکشیم در اونجا یک چارجز شاید بیشتر بر ما در اونجا چشم متحمل شیم به خاطر که خب چون نتورک تغییر میکنه با تغییر نتورک اینا مثل که شما یک ترانزیت دارین از یک کشور به دیگر کشور میرین باید پول بپردازین پول ترانزیت به این شکلی هم اما قسم است وقتی که از یک نتورک به دیگر نتورک اطلاعات ترافل میکنه و از دیگه نتورک ما استفاده میکنیم در اونجا چارجز ما چیست بیشتر است. در غیر صورت این میتونه که یک مثال خوب باشه. دیگه چی داریم؟ ای کامرس این آنلاین بزنس سیستم داریم. ای کامرس معمولا وبسایت هایی که خریداری آنلاین صورت میگیره مثلا امازون رو که نظر بگیریم مثلا فلپ کارت هم نظر بگیریم مثلا ای بی رو هم نظر بگیریم یا علی بابا دات کام نظر بگیریم اینا کلشن با قسم یک کلاستر سیستم کار میکنن و خریداری آنلاین از طریق از اینا صورت میگیره. اینا کلشان دارنده یک سافتویر و یا یک سیستم کلی است و این سیستمشان میتونه از هر جای اکسس کنیم و مورد استفاده قرار بگیره و در هر کشور اینا میتونه یک نمایندگی داشته باشه. درست است یک دیتا سنتر داره یک نمایندگی داره البته شرکت های بزرگش اگه با ما نظر میگیریم
وب ريكوست از طرف خریدارات کاستمر را دست شما از اینا میره و اون نظر و ریکوست که شما کردین پروسس میکنه، اصلا شما چیز را خوش میکنین و خریداری میکنین و اون نظر اون سیستم انتقالاتشان به شما چی میکنه میرسانه. یا ترانسپورتشن سیستم اگر ما نظر میگیریم، ترانسپورتشن سیستم ها هم به شکل شما یک کارت ترانسپورت را میخرین، مثلا کارت بس است، میلی بس است، یا کارت خط ریل است، یا قطار است، یا مترو است میخرین. وقتی که از یک استیشن شما وارد میشین، کارتتان را در سیستم از اینا وارد میکنین و یا سوایپ میکنین یا میزنین، و چی میکنه شما به حساب شما را اجازه میده که داخل برین. وقتی که شما در ریل یا قطار یا بس سوار میشین و در جای مورد نظرتان میرسین و اونجا باید پایین شوین، اونجا دوباره سوپ میکنن در سیستم از اونا که اگزیت کنن، یعنی برن از استیشن. در اونجا مستقیما و سیستم با یک دیگه قسم ارتباط داره که میفهمه که شما از کجا به حساب وارد بس و یا ترین شدین و در کجا میخواین که اگزیت کنن و یا برن، و همون فاصله رو چی میکنه؟ پولی که مصرفی که هم فاصله میشه از کارت شما گرفته میشه. پس همین سیستم ترانسپورتیشن که مبلغ داره که شروع هست، یه هم خودش یک کلاستر سیستم، یک مثال خوبی از کلاستر سیستم بوده میتونه و هزاران مورد استفاده دیگه میتونه داشته باشه کلاستر سیستم ها. خب دیگه یک مثال که در بخش پرکتیکلش یک کلاستر سیستم ما میتونیم در قسم ورچوال جور کنیم و نشان بدیم که نودها با هم دیگر چه قسم مستقیم ارتباط می داشته باشن. مثلا یک توپولوژی که مثلا در اینجا عادی دارم، مثلا یک مین نود، یک نود اصلی دارن، درست است؟ باز میتونید که نود یک، نود دو، نود این، یعنی میتونید که چندی نود دیگر هم روزی داشته باشن و اینا کلش با یک دیگر قسم در ارتباط است که یکی دیگه شده به آسانی میتونه که اکسس کنه. این حالی یک سیستمی که روی از این سیستم نصب میشه، برای سیستم قسم معلوم میشه که روی یک کمپیوتر نصب است و فقط روی یک کمپیوتر چی میکنه؟ یا روی یک سیستم کار خود را اجرا میکنه، بلکه او رقم نیست. امی نودی که سر یک سیستم که سر این سیستم نصب میشه، او از پروسسینگ پاور تمام از سیستم ها استفاده میکنه و تمام این سیستم ها به قسم یک کمپیوتر برش چه میشه به نظر می، و در این صورت این کل کمپیوتر ها یک جا شده. وقتی که یک کار را بخواه اجرا کنه سیستم، کل کمپیوتر ها میتونه که کار اجرا و بسیار راحتی و آسانی به نشان شیر شوه و پروسسینگ پاور بیشتر را تهیه کنه به خاطر انجام این کار. خب اگر سوال داشته باشه میتونین ده گروپ اضافه کنین و بگوین، انشاءالله که با جواب که ما داشتم برتون میکنم، و اگر جواب نداشتم یا نتونستم میتونه که چک کنم جوابش درسته برتون پیدا کنم برتون بگوین. خب این بود تیوری از بخش کلاستر سیستم ها که چگونه است و چگونه کار میکنه و برای چی به کار میاد. تا ویدیو بعد انشاءالله، خداحافظ و ناصرتان.